بدیم، میگن که گوش و حلق و بینی با هم مرتبطن، یعنی ممکنه بیماری هاشون رو هم دیگه تاثیر بذاره. درسته؟ خیلی زیاد. ببینید داشتم میومدم یه بنده خدایی میگفت در مورد چی میخوای صحبت کنی؟ گفتم گوش و حلق و بینی. گفت چه خبره؟ گفت بگو از گردن به بالا. حالا کلا میگه پیش دکترم میخواد بره، میگه پیش دکتر از گردن به بالا میخوام برم. حالا گوش حلق و بینی اصل اساس این مزده. ببینید ارتباط این، شما بعضی ها، ما مثلا نزله رو در نظر بگیریم. وقتی نزله ایجاد میشه به دلیل هضم، من از دیدگاه بوعلی سینا دارم میگم، در مورد از دیدگاه شارح اسباب دارم میگم، ابن نفیسی کرمانی دارم میگم، از دیدگاه حکمای طب ایرانی دارم میگم، میگه به دلیل هضم بد، مواد زائدی که بخارات و مواد زائدی که سمت سر میره، اینها مغز نمیتونه اینا رو منهضم کنه، اینا رو هضم کنه، استفاده کنه و به صورت میخواد دفع کنه. نزدیکترین راه دفع میاد به سمت بینیه. هلو. که اگه به سمت بینی میاد میشه زکام. اگه این مواد به سمت حلق بره میشه نزله. اگه به سمت گوش بره، به سمت چشم بره، بیماری های چشم ایجاد میشه. ممکنه خارش، حکه، آبریزش از چشم، گوش. دیدی که بعضی سرما میخورن همزمان آبریزششون که کم میشه گوششون شروع میشه به ترشح. نمیدونم چشمشون شروع میشه، میگه مایه اونجا آورده، یا چشمشون آبریزش اشک ریزش از چشم پیدا میکنه. و این اتفاقات رقم میخوره تو قسمت های مختلف همینجوری. از این نزله میگن 36 بیماری ایجاد میشه. و 36 بیماری که حداقلش ایناست، به سمت ریه بره، به سمت پوست بره، به سمت روده ها بره، هر قسمتی درگیر خودشو داره، به سمت عروق بره، ممکنه تشنج بده، انسداد بده، گرفتگی بده و و غیره، بیماری مختلف دیگه ای که ممکنه ایجاد کنه، سردرد های مختلف، خیلی از همین نزله است. و خیلی ما فکر میکنیم نزله و زکام که ما بهش میگیم، بعضی وقتا نیومدن آب از بینی، اون جاری نشدن اون مایع از بینی، این خود جارو نشدنش هم خودش اینو بیماریه، یعنی رفته یه جای دیگه داره میریزه به سمت بینی نیاد. نزدیکترین مسیر برای خروج و فضولات مغز بینیه، نزدیکترین مسیر. دانه. حالا نیاد به سمت بینی، ممکنه بره به سمت چشم، گوش و قسمت‌های دیگه و اون مشکلات رو ایجاد کنه. این روندیه که حکمای طب ایرانی توی منابع ذکر میکنن و میگن این باید اصلاح بشه. با چی؟ با نوع تغذیه سالم، با غذای درست، با پاکسازی بدن، سمزدایی و چی. تو بیماری‌های سر وقتی ما می‌بینیم گوش، حلق، بینی، تو گوش یه اتفاقی میفته، توی حلق یه اتفاقی میفته، توی بینی مشکلی وجود داره، هیچ وقت مستقیما میگه، اصلا من داشتم میخوندم قانون رو، میگه چشم، گوش، اینا نرید مستقیم، مثلا یه قطره بگید من توی چشم میریزم، توی گوش میریزم خوب بشه، این اشتباهه. تا بدن رو پاکسازی نکردی، تا لینت مزاج ندادی، روده ها رو، شکم رو پاکسازی بدن، سمزدایی نکردی، مستقیم بری سراغ اون عضو ممکنه اون رو بدتر کنی. چه بسا بارها ما دیدیم طرف رفته بینیش عمل کرده، مثلا میگم شکسته بوده، جراحی کرده، انحراف داشته، یا دستکاری لثه کرده، یا چشم رو، یا گوش رو، هر کدوم از این اعضایی که توی سره، بله. از گردن به بالا رو دست به هر عضوی زده، دیدیم بدتر شده، پر جوش شده، پر آفت شده، مشکلات دیگه ایجاد شده، ترشح گرفته، اصلا تموم نمیشه. تو این شرایط میگه بدن رو اول پاکسازی کن، بعد اگه میخوای قطره بریزی، میخوای بخور بدی، کاری بکنی، بعد به سمت گوش و چشم و بینی و حلق و این قسمت ها اقدامی انجام بده. این نکته اولی که من میخواستم بگم. پس پاکسازی بدن در اولویته، استفاده از یه مسهل مناسب. ساده ترین مسهل هم که من گفتم برای سنین متوسط و سنینی که بچه ها نه، برای پیران ضعیف نه، مردم معمول بقیه که بیماری ممنوعیتی ندارن، استفاده از سنا، اون قرص هایی که از سنا درست میشه، قرص ها چی شدید؟ سنا به اضافه گل سرخ که مصلح سنایه و روغن بادام شیرین. خیلی ها میرن قرص هایی که از سنا درست میشه، انواع قرص ها رو میخورن بدون اینکه مصلحش رو بخورن. اون باعث میشه که میگه روده ها بزرگ بشه، کلون بزرگ بشه، مشکلات پرس ها از بین بره، روده و معده و اینا به هم بریزه، آسیب بیاره. ولی همونها رو اگر با مصلحش که گل سرخه، دمنوش گل سرخه و روغن بادام شیرین بخورن، این آسیب ها بهشون ایجاد نمیشه. بعد مصحلات هم زمان داره. ملین رو میتونی همیشه استفاده کنی، علت دوام استفاده کن، ولی مصحل چیزیه که باید وقتی که استفاده میکنی 3 روز نهایتش، اگه به عنوان بعد از 3 روز صبر کنی، چند وقت صبر کنی، دوباره میتونی مثلا هفته بعدی یا 10 روز بعد استفاده کنی. مسهل رو مداوم استفاده کردن مناسب نیست. و
خیلی وقتا من به بعضی از بیمارا میدیم میگیم آقا تنقیه کن، میگیم یا مثلا از همین مصلات مناسب میدیم، میگن آقا دکتر شکم ما کار میکنه، میرن نمیخورن برمیگردن، میگه چرا نخوردی چرا اسم، میگه شکمم خوب کار میکنه. من کاری به شکم مسهل چیزیه که فرق مسهل و ملیه، ملیه امعا و احشا رو پاک میکنه، مسهل چیزی که از عضو مورد نظر مواد میکشه به سمت روده ها و دفع میکنه. ما مسهلات مغز داریم، مسهلات مغز مثل افتیمون، مثل استخدوس، مثل قاریغون، مثل چیزهای مختلف دیگه اصلا وارد نمیشه. ما مسهلات مفاصل داریم مثل سورنجان، مثل بوزیدان، مثل ماهی زهرش و چیزهای دیگه. ما مسهلات کبدی داریم مثل ریوند و بنفشه و چیزهای دیگه. ما مسهلات مثلا امعا و احشا داریم. ما مسهلات تمام بدن داریم مثل صبر زرد یا آلوورا، بله. مثل سنا که از تمام بدن از عروق. ما مسهلات عروق داریم. ببین هر عضوی مسهلات خودش رو داره. مسهل چیزی که از اعضای مورد نظر در طب ایرانی میگه مواد میکشه به سمت روده ها و دفع میکنه. میخواد تو اسهال باشی، میخواد نباشی، هیچ ربطی به این نداره. ما داریم از اعضای دیگه. اینی که اشتباه نگیریم این دو تا مقوله رو با هم دیگه که بگن آقا ما شکمم خوب کار میکنه اینو نخورم. اون میخوری برای اینکه پاکسازیت کامل بشه. و چی؟ توی بیماری های سر اولین اقدام میگه امتلاء و پوری ترافی که موجود در بدن رو رفع کنی. تا اینو انجام ندادی تو بیمار سر دستکاری نکن، گوش، حلق، بینی. پس این قانون اولش. قانون دوم، خیلی وقتا ما از بینی بیا به سمت حلق، این ارتباط رو که به سمت گوش هم هست. حالا تو آناتومی اگر کاش میگفتید از قبل، امروز به من گفتید، مگر یعنی الان من مطلع شدم که از گردن به بالا داریم کار میکنیم، قبل از برنامه مطلع شدم. 60%شو به من میگفتید من اینو درستش میکردم. چیشو ببینید، شما از بینی و حلق و گوش ارتباطای مستقیم داره. دیدید که استنشاق که میکنی از بینی استنشاق میکنی از حلق و قرقره کردن. یک راه ساده کار بین بینی و سینوس ها و حلق استنشاق کردنه. واقعا استنشاق کردن خیلی کمک میکنه، قرقره کردن خیلی کمک میکنه به بهبودی. نمیدونم اونایی که این کار انجام دادن بله. قرقره میکنن، استنشاق میکنن، دیدن که چه اثراتی از این میبینن. مسیر رو ضد عفونی میکنه، مسیر رو پاکسازی میکنه. همین ساده تری همین سرمای فیزیولوژیک، سرمای نمکی هست، از اینا میتونن استفاده کنن. بسیار استریلو کار. اونایی که استنشاق مداوم انجام میدن اصلا میگن ما کمتر مریض میشیم. نمیشن دیگه، میگن مسیر رو پاکسازی میکنن. پس ببین یک کار، قرقره کردن خودش یکی از بهترین کار. شما آقا میخواهید آبم بخوری، کار یه قرقره مناسب مثلا با آب نمک داشته باشید. خیلی هم وقت نمیبره، چند ثانیه، چند دقیقه، یک دقیقه هم بیشتر نمیشه. اینها میتونه مؤثر باشه. هم روی حالا خیلی وقت ما قرقره میکنیم، روی گوشمون اثر داره، روی معدمون اثر داره، بله. روی اعصابمون اثر داره، روی خیلی چیزها اثر داره. ما وقتی پاکسازی بدن میکنیم از حلق و بینی. این نکته اول من که خب. ببین این فضولات ممکنه حالا به سمت گوش یا جای دیگه بره که خب. انشاءالله تو بخش بعدی دیگه بریم سمت ببینیم این فضولات دیگه کجا میتونن سر در بیارن. ببینید این مواد زائدی که میاد اگر به سمت گوش بره بیماری های گوش ایجاد میکنه. مثلا حالا بیماری های مختلف گوش که چی؟ توی گوش، چشم، بینی، حلق، اینا پاکسازی و تمیز نگه داشتن عضو خیلی مهمه. دستکاری های بی جا تو اینا انجام ندیم. من واقعا باز دارم میگم ببینید ما سوراخ بینی منو نگاه کنید. خداوند با توجه به وضعیت قلب من، با توجه به وضعیت ریه من و تهویه‌ای که من نیاز دارم، سوراخ های بینی رو گشاد و تنگ قرار میده از نظر آناتومیکی. من قلبم اگه گرم باشه، ریه هم گرم باشن، تهویه بیشتری نیاز دارم، هوای بیشتری نیاز دارن برای این. در نتیجه سوراخ بینی گشادتر میشه تا هوای بهتری وارد بشه سریعتر. اگر نه افریقایی ها میبینید که بینی بزرگتری دارن و حالا سوراخ های بینیشون هم بزرگتر، خنکتر میخوان آره بشن دیگه جاله. هوا میخواد اون تهویه تهویه بهتر. حالا من برم این روند طبیعی رو که گشادتره برم اینو تنگش کنم، برم اینو کوچیکش کنم، ریزش کنم، ببینید چه اتفاقی. دیدی اونایی که میرن بینی عمل میکنن، بعضی از افراد، همه رو من نمیگم، بعضیا انحراف دارن، مشکل دارن، اونا انجام میدن، من اونا رو ایراد نمیگیرم، ولی بعضیا میرن بی خودی انجام میدن این کار رو و وقتی تنگ یا گشادتر از اون معمول، بعضیا انجام میدن، زیبایی انجام میدن ولی تنگ یا گشادتر نمیکنن این مسیر رو. ولی اونایی که خیلی دستکاری میکنن
دیدید بعضی وقتا تنگی نفس میگیرن، تو خواب خور و پف میکنن، مشکلات دیگه یوف میزنه، آف میزنه، هزار خیلی مشکلات براشون ایجاد میشه. اینها نباید اینقدر دستکاری کرد به اون محیط طبیعی بدن و محیط آناتومی طبیعی. حالا یه وقتی هست شکستگی مشکل انحرافه دیگه... بله نه نه اصلا بعضی ها هم توی زیبایی هم اون میزانه. خیلی از متخصصین جراحای گوش حلقوی یا جراحای پلاستیک، جراحایی که هستن، واقعا من دیدم وضعیت آناتومی رو جراحایی که زرنگن همین وضعیت یه مقدار کوچیک‌تر میکنن، یه مقدار وضعیت مسیر رو بهتر میکنن، وگرنه دست به اون ترکیب واقعی نمیزنن. قشنگ میشه ولی ترکیب واقعی رو به هم نمیزنن. من دیدم بارها جراحای ما خیلی خوبی داریم که مسیرهای خیلی خوب، با خیلیشون صحبت کردم، واقعا کار خوب انجام دادن برای بیمار. این بحثی من سر این ندارم، میخوام بگم بی خودی دست زدن به این آناتومی طبیعی بدن مناسب نیست. این نکته اول من که مسیر. پاکسازی بدن مهمه. ما گفتیم که تا بدن رو از امتلاعات از مواد زائد پاکسازی نکردیم، استفاده از ترکیبات تو گوش و چشم و چیزای دیگه جایز نیست، تو گوش، بینی، حلق اینا. و در نهایت ببینید یه چیزهایی ما داریم، ما حتما سر مثلا علائمی که توی مثلا گوش و حلق بینی ایجاد میشه. من یه بیماری چند وقت مراجعه کرده بود، از استان گلستانم اومده بود، خودشم شاید الان صدای منو بشنوه، یکی نبود، صدها مورد اومده، شاید بیش از 200 بار به متخصصین مختلف مراجعه کرده، از عفونی و گوش و حلق بینی خوب نمیشد، از گوشش ترشح زیاد می اومد دیگه، دوش دچار وزوز مشکلات مختلف می شد و این گوش خوب نمی شد که نمی شد که نمی شد. من اومدم دستور کار رو ببینید، گوشش بود، بینیش هم درگیر بود، حلقش هم درگیر، لوزه ها بزرگ می شد، شب خورخور شبانه داشت، نمی دونم مشکلات دیگه، و عفونت می کرد. وقتی یه مقدار مایع می مونه عفونت می کنه، سرگیجه می گرفت، مایع گوش میانی ایجاد می شد یا مشکلات سرگیجه میگرفت تا چی دادی. اومد گفت آقای دکتر من دیگه عملم، یک بارم عمل کرده بود باز دوباره نتیجه نگرفت بود. من بهش گفتم ببینید، همین حرفی که الان دارم میزنم، گفتم باید پاکسازی بشه بدن، اول مواد زائد کل بدن پاکسازی بشه، بعد بیایم پاکسازی سر صورت بگیره و بعد اون ناحیه گوش و بینی و سینوس ها اینا پاکسازی بشه و تقویت بشه. این پاکسازی رو من توی مسلات مناسب این قسمت گذاشتیم براشون، به اضافه اینکه تقویت رو، ببین ساده ترین چیزا برای تقویت معده رو تقویت کنیم، تقویت معده با ساده یه بارهنگ و عرق نعنا تقویت معده میکنه، یه سماق خوردن تقویت معده میکنه، خاک شیر مقوی معده است، اینا چیزای ساده است. مثلا بله. نمک مزمزه کردن، نمک مسهل بلغم، سودا صفرا از کل بدن بلغم و سودا و صفرا رو دفع میکنه، پاکسازی میکنه و تقویت میکنه معده رو، مقوی هاضمه و اشتها است. نمک سمزدایی میکنه، نمک ضد سم دیگه، چون کسی مسموم میشه یه سرم نمکی میزنن دیگه، نهایتش اون ضد سم دیگه، نمک سرگیجه و ضعف و بیحالیش با این. من دارم خیلی ساده میگم دیگه، از این روانتر و ساده تر واقعا نمیشه است. ببین دارم میگم نمک نه زیاد روی ها، کسایی که مشکل کلیوی دارن، فشار خون کلیوی دارن، قلبی دارن، من اینا رو نمیگم، من آدمای عادی که مشکلی ندارن دارم در مورد اینا صحبت میکنم. پس استفاده از نمک در جای خودش، مزمزه کردن و پاکسازی مسیر خوبه، استنشاق ها خوبه اینا. و در نهایت من اینو میخوام بگم، ما با این پاکسازی، با استفاده از اینا معده رو درست کنیم. بعد تقویت مغز، تقویت مغز با چی؟ شیر بادام. یکی از بهترین مقویات مغز چیه؟ بادام درختیه، بادام درختیش یا شیر بادام. روزی چند بار استفاده از شیر بادام میتونه مغز رو تقویت کنه تا دوچار این عارضه نکنه گوش. پس دومین نکته، دمنوش‌های ساده ای که تو خونه ها پیدا میشه، تو خونه ها نعنا معمولا پیدا میشه، نعنا خوش، پونه معمولا پیدا میشه، نعنا و پونه و حالا بابونه هم میگیم بهش اضافه کنن، یه دمنوش ساده از نعنا، پونه، بابونه، حالا گشنیز هم اگه بود یه مقدار تخم گشنیز یا خود گشنیز هم اضافه کن. این دو سه تا دمنوش رو هر مثلا 6 7 روز اول هر دو سه ساعت گفته بودم به این بنده خدا بخوره، خوردن این هر بار یه استکان، حالا با نبات، با عسل، با چی، خود این کمک میکنه به عفونت هاش برطرف بهتر بشه، وضعیت مغز تقویت بشه. و بابونه خودش اول مقوی مغزه، بابونه پاکسازی میکنه مغز رو و تقویت میکنه، اصلاح میکنه. در کنار این، وقتی روز 6 7 بار که هر بار یه استکان می‌خوردن، در کنار یه روغن مالی ساده سینوس ها رو میتونیم انجام بدیم، سینوس های بالا، سینوس های پایین، اطراف بینی و حلق رو، همین روغن مالی ساده
یه روغن مالی ساده هست با روغن هایی مثل روغن زیتون، کنجد، به نسبت مثلا دو کنجد یک زیتون. و اطراف گوش ببینید، من دارم میگم پشت گوش، به سمت پایین، روی گوش، داخل گوش. نمیخوام روغن داخلش بچکونیم یا چیکونیم، میخوایم روش رو روغن مالی کنیم به سمت پایین. همین تقویت انجام میده و برای تعفن اخلاط و مشکلات خوبه. من بارها شده همین بنده خدا کسای دیگه با همین چند تا دیگه ماساژ این ناحیه، ماساژ دادن پشت گردن، ماساژ دادن سینوس ها به سمت گردن و پایین، با این ترکیب شما فقط این ماساژ رو انجام بدن، همینو که من دارم ساده دارم میگم، و یه ماساژی هم پشت گردن از این عضله پایین عضله از پشت انجام بدن روزی 100 بار 200 بار خیلی طول نمیشه، 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر طول نمیشه، با همین دوتا 30-40% مشکلات برطرف میشه. وزوز گوش، صدای گوش، مشکل، حالا نمیگم همه، 60% 50% حل میشه. و اگر این اتفاقات رقم بخوره کمک میشه. ببین شما وقتی ماساژ میدی، وقتی میاری به سمت پایین، خون رسانی میشه، تغذیه انجام میگیره، مواد زائد دفع میشه. هر عضوی رو ماساژ بدی چه اتفاق میفته؟ تقویت اتفاق میفته، غذا به اونجا میرسه، خون میرسه، پاکسازی اتفاق. ببینید این اتفاقات رو من توصیه میکنم رقم بزنن. من بوده بچهایی که توصیه به جراح 10 تا 12 تا از متخصصین خوب ما گفته بودن باید جراحی بشن، انواع آنتی بیوتیک ها تزریقی و خوراکی جواب نمیداد. با همین تدبیر ساده، به شرطی که روزی چند بار از دمنوش ها با وزنشون با سنشون ترکیب بشه و شیر و بادام و همین تدابیری که ماساژ و اینا گفتیم بذاره درجه، اینا رو بهبود درسته. بخشیده و نیاز به جراحی یا چیز دیگه پیدا نکرده. نمیکنه. این بحث پاکسازی و بهداشت گوش و حلق و بینی و تقویتش. یه سوال میخوام بپرسم، حتی الان یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه توضیح کوتاه بدین چون دغدغه خیلی از مخاطبین ما هست، تو پیام هم دارم زیاد میبینم که میپرسن بحث خاص طب سنتی تول و تولگیری، این چیه جریانش؟ ببینید یه تیغ دولبه است، تول تیغ دولبه میشه. تیغ دولبه یعنی این که اگر بلد نباشی و بد انجام بگیره میتونه بره به سمت ریه و آسپیره کنه، چیزی گیر کرده باشه تو مسیر. بچه من یه مستندی رو صدا و سیمای خراسان پخش کرد، هم از بدیش هم از خوبیش، و یه سری تولگیرهایی رو دانشگاه علوم پزشکی مشهد آوردن، یه کار تحقیقاتی ویژه انجام دادن. هم دوستان خوب ما تو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، من از نزدیک در جریان بودم، و اومدن فرد رو آوردن، فردی که تولگیری میکنه آوردن، لباساشو گان پوشوندن، چسب زدن اینجا که چیزی تو آستینش نباشه، نمیدونم بین لثه‌هاش و سینوسا همه جور بررسی کردن که چیزی نباشه. بعد همینجوری نیست هر کسی بیاد بگن تول داری، ممکنه به شما بگن داری، به اونی که بگن نداری. و هر کسی که داره اون مواد از اینجا در میاد، طرف سالها سردرد داره، با یه تولگیری خوب میشه، تبش خوب میشه، این بیماری های مکررش خوب میشه، خیلی اسهالش بهبود پیدا میکنه. واقعا اگر درست انجام بگیره خیلی مهمه، اگر درست انجام بگیره، فرد بلد باشه این کار رو، دارم میگم به هر کسی مراجعه نشه، ای کاش ای کاش ای کاش مسئولین ما اهتمام میکردن، سره رو از ناسره جدا میکردن، آدم هایی که بلدن بهشون ارج و قرب میدادیم، ارزش قائل میشدیم، میمون انجام من معرفیشون میکردیم. آدم هایی بودن که توی مشهد اومدن در حضور 10-15 تا از اساتید ویژه دانشگاه، یعنی متخصصین فوق تخصصهای اطفال، گوش حلق و بینی و غیره، اومدن کنار اینا نشستن و اینا خودشون دیدن که چطوری داره خارج میشه، میپرید. حالا کجا گیر میکنه که توی عکس هم دیده نمیشه؟ حالا اینا چیزاییه که حتی با دستگاه های ویژه هم بعضی وقتا دیدیم، مسیرهایی وجود داره که دیده نمیشه، بعضی از مواد چشم خارجی دیده نمیشه، اما واقعا اینا وجود داره. چشم بندی هم کسی انجام نمیده که از جایی بیار، شعبده بازی نیست، وجود داره. من دارم میگم دو تا حالت داره، اگر شیادی باشه، خدای نکرده کسی بلد نباشه خارج کنه، ممکنه بره به سمت کجا، ریه، و آسپیره کنه، ممکنه عفونت کنه، مشکلاتی. اما اگر کسایی که بلدن آدم مراجعه کنه، این بلدها رو آدم بیاد آزمون بگیر، اینا رو مشخص کنه که انجام، میدونید چقدر کمک میکنن، به جای اینکه برن تو زیر زمین، به جای دیگه، اینا آدم های ارزشمندی هستن، نسل به نسل این کار یاد گرفتن و این کار رو ترویج دادن برای سلامتی با یه تولگیری ساده. جلوی چقدر هزینه ها، چقدر خرج ها، چقدر عمل ها گرفته، چقدر آنتی بیوتیک ها، چقدر داروها. ما واقعا باید انصاف، اون ما باید جوابگو باشیم از نظر انسانی، از نظر اخلاقی باید اینا رو پاسخ بدیم. این واقعا مستندهای ویژه‌ای وجود داره، کار تحقیقاتی هم انجام میده، یعنی پروپوزالی نوشته شده، کد اخلاق گرفته شده. جالبه که بعضی از دوستان تو این طرح تحقیقاتی که وارد شدن، میخواستن ثابت کنن تولگیری چیز بیخود و بی ارزشی، اصلا اینا
شیادی کلاهبرداری. بعد به نتیجه رسیدن 100% درسته. یه سوال بپرسم، الان خیلی هستن که خب مخاطب برنامه هستن ولی با اصطلاحات طب سنتی آشنا نیستن، اصلا این تولگیری یعنی چی؟ ببینید، معنیش چیه؟ ببینید توی قسمت‌هایی از حلق، حالا من اگر اجازه بدید برنامه‌های آتی دوستانی که این کار تحقیقاتی علمی رو انجام دادن شاید بیان حتما. و بیان اینا آناتومی رو قشنگ مشخص کنن، مسیرهای علمی خوبه. که تو دنیا نشون میده کجاها ممکنه باشه درست. چه اتفاق، من دوستان خوبی هستن که اینا رو بلدن، واردن، تخصصشون همینه، بیان اینا رو نشون بدن از متخصصین و پزشکای اون و نشون بدن که کجاها توی وضعیت آناتومی ممکنه این مواد باشه و چطور اینا خارج میشن و چه اثراتی داره. اینها رو اگر اجازه بدید به یک مقوله ویژه‌ای واگذار بشه که در مورد این قضیه ولی معمولا یه تیکای غذایی که گیر باز هم دارم میگم ای کاش متولی ما وزارت بهداشت درمان، ای کاش دستاندرکارانی که دلسوزن برای درسته. مردم بیان ما تا موقعی که ما اینا رو جدا نکنیم آسیب میبینیم، بیان خوبی ها رو خیلی راحت تشخیص اینا مشخص کردن بانده. افرادی که میتونن و این افراد زیر نظر مشخص کار کنن و کمک کنن به سلامت جامعه، هر کسی در هر اندازه‌ای بتونه به سلامت مردم به جامعه کمک کنه بله. و طبق اصول و موازین بهداشتی درست پیش بره برای ما ارزشمند.